حالا این چی میباشم؟ نه قربونت برم یامر جان، وخون نوشته برای مجوز. آخه شما برای های شمپه چقدر مگه مجوز میخواین؟ نون میخوان بپزن مجوز میخوان، آب میخوان بخورن مجوز میخوان. بابا حالا من یک چیزی گفتم، گفتم برای کارهای مهم بیاین مجوز بگیری، نه اینکه دم به ساعت هلک و هلک را میفتن میان ژاندرمری بر مجوز. چیه یالا مجوز چی میخوای؟ بابا مجوز برگزاری مسابقه دیگه یاور جون، مگه نخوندی اون تو نوشته دیگه؟ مسابقه چی؟ ای بابا مسابقه، مسابقه فوتبال دیگه، الهی فدای تو باشم. فوتبال؟ گرفتی ما را؟ ای بابا کی بد رو تو رو بگیره، تو همه رو بگیری جیگر. ببند حلقه تا، خجالت هم نمیکشه پیر مرد با سن و سالش، مجوز داده نمیشه آقا جان، بفرما بیرون. چرا آخه یار این چرا مجوز داده؟ خب اصلا شما میفهمید فوتبال چیه؟ تو هم تهرانش هم فوتبال تازه را افتاده. یاور جان این ورزش ملی ماست، همه آبا و اجداد ما تو براره فوتبال بازی میکرده. خدا توبه، ما شنیده بودیم که انگلیسی ها اختراع کردن این ورزش. اشتباه کنی فوتبال از براره رفته انگلیس. بله تو کتاب تاریخ برره جلد دوم فصل پنجم اونجا توضیح بداده که ای از اینجا رفته انگلیس و خواهی برم خونه برم برره. نه لازم نکرده، قبوله بابا، ولی با این حال مجوز داده نمیشه، بفرما بریم بیرون، وقت ژاندارمری بیش از این نمیدیم. یا بچون آخه برای چی مجوز داده نمیشه؟ مجوز داده نمیشه برای اینکه نظم عمومی را دچار اختلال میکنم، بعدم معلوم نیست که چقدر جمعیت میخواد بیاد اونجا، بعدم حالا چقدر پول گیره از فروش بلیط، چقدر پول گیره ژاندارمری میاد. اینه گرفتم. 20% خوبه؟ 30%ش بکن که هم خیرشو ببینی هم نقش ژاندارمری در پیشبرد ورزش نمایان تر بشه. خیلی خوب باشه با البته با کسر مخارج. مخارج؟ چه مخارجی؟ یک توپ میخواد بندازه وسط هم دنبالش بدوند دیگه، چه مخارجی؟ یاور جان مخارج برای آوردن داور، این داربیت داور میخواد، نمیتونه از خارج بخوام بیارن، خیلی گرونتر، باید داور محلی باشه. پاشو بریم بیرون، با من مسخره کردین. داربیت دیگه چی اش؟ بابا بازیه به دو تا تیم همشری رو وایگواند داربیت دیگه، معنی لغویش هم این بود که مربی بازنده رو دارش بزنم بهتر بید. حالا امسال میفهمیم کیو دارش میزنن، یادتون رفته پارسال، حالا میبینیم. به جون یاور هر سال همینو وگوه بازم شکست بخوره. بسه دیگه کرکریاتون رو بذاریم بیرون جندر میریم. برداره بریم. دست شما درد نمکنم. خدا بریم برید بیرون. دست درد نمکنم. سجو خواه، او آفتابه رو آب کن. داربید؟ این مهمترین مسابقه فوتبال برره بید، داربید سنتی بین بالا برره و پایین برره. آه چه جالب، اصلا نمیدونم مگه شما فوتبالم بلدین؟ اصلا این فوتبال اختراع برره بید، اون زمانی که اسکندر حمله و کرده برره، اینا این سربازای یونانی رو که و گرفتن زندانی و کردن. بله میدونم، همه این چی مال شما بوده، فوتبالم مال شما هسته. ببینم اون زمان که توپ نبوده با چی فوتبال بازی میکردن؟ با این سربریده اونایی که تو جنگ کشته و شدن، همین نجربیا. الان که با توپ بازی میکنی؟ این الان توپ داشته بیدیم. خب ایراد نداره، ببین یه خبر کوچیک، پایین صفحه میریم از مسابقه، فردای مسابقه میریم یه گزارش تهیه میکنیم، خوبه؟ نه این خوب نبیدی، خیلی کم بید، از سرشون هم زیاده، اصلا این مسابقه ارزش خبری نداره خانم. تو اسم خودتو با گذاشتی ژورنالیست، این واقعه ارزش خبری نداشته بید. اصلا تو میدونی ژورنالیست یعنی چی؟ من نبدونم، اما اینو بدونم که این اتفاق سه شماره هم براش چاپ بکنی باز کم بید. آخه چرا سه شماره ما چاپ بکنیم؟ یه مسابقه معمولیه دیگه. نه این معمولی نبید، برای این مسابقه مردم تو برره و میرن. واسه چی و میرن؟ یکی میبازه یکی میبره، شاید هم مساوی بشن، واسه چی و میرن؟ اینای یه سری تو بازی زیر دست و پا و میرن که خب این مهم نبید، یه سری سکته و کنن از هیجان و میرن که خب بازی نه مهم نبید، این مهم بعدش بید. یعنی بعد مسابقه چی میشه؟ اینه تیمی که و بازه تا یک سال هشت ابلکو بشن، اون وقت ما واسهشان کرکری بخونیم، اونا نبتونن هیچی به ما وگوان، ما مسخرهشان بکنیم، اونا باز هیچی به ما نبتونن وگوان. خیلی کیف داشت بید، خیلی کیف داشت بید. خب ممکنه این بلا سر شما بیاد، اونا شما رو مسخره کنن. زبانت گاز وگیر، تیمی که این سال آرخان مربیش باشه هیچ وقت نبا بازه. یعنی نشده شما اصلا ببازین؟ شما تا الان نباختین؟ نه ما اینا رو یه دفعه و بردیم، یه دفعه مساوی و کردیم، هشت دفعه این بازی نیمه کار تمام و شد.
باز چی نیمه کاره؟ ببخشید سهرناز. آی نه، بازی داشت تمام و شد، ما هم داشتیم بهشان و باختیم، برای همین وریختیم تو زمین، همه شانا و زدیم، بازی نیمه کاره تمام و شد. خب ببینم، اصلا به نظر تو این ویژنامه که میخوام چاپ بکنیم میخرن؟ فروش داره توی برره یا نه؟ آه تو اینا رو چاپ بکن، اگه نبخریدن من همه شانه بخرم. آه این فقط باید هر روز یه ویژنامه از خودمان در بکنیم تا روز مسابقه. بابا دیو هر روز یه ویژنامه از خودمان در بکن، مطلب از کجا بیاریم خانم؟ آه خب گوش بکن، روز اول ما مصاحبه بکنیم با بازیکنها به اضافه تاریخچه داربیت‌های قبلی. روز دوم مصاحبه بکنیم با بازیکنهای قبلی به اضافه این تاریخچه داربیت‌های قبلی. روز سوم مصاحبه بکنیم با این مربیای دو تیم به اضافه تاریخچه داربیت‌های قبلی. روز چهارم ما از این تمرین‌های این دو تیم گزارش تهیه بکنیم به اضافه این تاریخچه داربیت‌های قبلی. روز چهارم این نظر مردم رو بخوایم راجع به این مسابقه به اضافه تاریخچه داربیت‌های قبلی. حالا بعد این بعد مسابقه یه گزارش تهیه بکنیم به اضافه تاریخچه داربیت‌های قبلی. آ نه نه، به اضافه این نقد و بررسی داوری و مسابقه و این چیزا. الان تازه دارم میفهمم که داری یه ژورنالیست واقعی میشی تو. واقعا که به تو هم بگوارم پدر، همه مردا بچه های خنگشون به چارتا چارتا بذارن سر کار، تو پسر یکی دونمون همینطوری ویل بکردی به امان خدا. خانم میگه چی کارش کنم؟ گفتی بفرست شهر، گفتم چشم، فرستادمش. گفتی بلاش پول بفرست، براش پول فرستادم که تحصیل بکنه. الانم که راه به راه داره منو تیغم میزنه دیگه، چی کارش باید خانم بکنم؟ سردار خان، ای قربانت بگردم، به غیر از شما هم تمام اهالی برره تیغ وزندید. البته درآمدش بد نبیده، ولی چون زورورگیریه اون زورورگیری کلاسش شیخرده پایین بید. بله اصلا وگو هم تو باید یک پست خیلی خوب توی تیم بهش ودی، یک مقام دهن پر کن. یعنی بذارم تو تیم بازی کنه؟ خانم این تا حالا لگد به گربه نزده دیگه، چه روزه به توپ فوتبال؟ حرفای وزنی سردار خان، من و گفتم بچه ها بذاری تو تیم که مصدوم بشه ضربه بخوره. من فکر کنم باید بهش یه پستی بدی که همچی کلاس داشته بی. سردار خان قربانت بگردم، اصلا من میگم بذار کادر فنی مثل سرمربیگری، آنالیزوری، ماساژوری. این دومی رو وگفتی خیلی خوبی، خارجی هم بی همچی کلاس داشته بی. خانم آنالیزوری مدرک مربیگری آ میخواد، علکی نیستش که حرف میزنی شما از خوده. اصلا قربانت فگردم بذارش مدیر فنی در کنار خودتون رو نیمکت وشینید، ویتش هم بالا بید. سردار خان بذاریمش مدیر فنی، اگه ما داربید و برنده وشیم وگوین که کیوون ببرده. سلام پسر گلم، بیدار بشدی؟ ها گوش نبیدم، یه صبحانه بده وخیرم حالم جا بیاد. آقا مثل که لنگ زوره ها، یه نیم ساعت صبر کنی نهار میل میفرمایین. بله. ای سزار، ای مارادونا، ای مشعل اولمپیک. هیچه وقویه پاچه کاری وقیمه. آره مدونی باید بخواد توی تیم بهت یه پست خوب بده، بخواد تو رو مدیر فنی تیم بکنه. مدیر فنی چی بید؟ الان توضیح بدم، مدیر فنی چه همه کاره تیم بده، یعنی چه انتخاب بازیکن با شما بید، انتخاب سرمربیگری با شما بید، روش ورزش با شما بید، خلاصه همه تیم کار تیم با شما بید. اگه پولش خوب بید قبول بکنه. الهی قربونت برم، پولش خیلی خوب بید. ما اصلا همه پول تیم رو بدیم به تو، تو دلت به هر کی بخواد پول بده. خوب بید، تو دیگه سرمربی نبیدی، برو دنبال یه کار دیگه. اه 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 نگاه کن، من اگه سرمربی نباشم کی میخواد تیمو ارنج کنه؟ خودم سرمربی بیدم، یعنی هم مدیر فنی بیدم هم سرمربی بیدم، پول سرمربیگری هم خودم وگیرم. صبر کن ببینم، مگه تو میتونی همینجوری منو بذاری کنار؟ خودتون گفتید مدیر فنی وتونه همه کار وکینه، منم میگم این کارو خودم وکینم، برو یه کار دیگه وکین. ببین چایبون، اصلا صحیح نبی در آستانه داربیت بخوای سرمربی عوض بکنی، این کارا رو بذار بعد از بازی تیم اون وقت تصمیم گیری بکنیم. بله
راست برگوه ما همینجوری واسه باد روی نیمکت بقل دستت وشینه. اگر این که بازی این داربید رو وبردیم که وگوان کار تو بید، اگر هم وباختیم وگوان کار باد بید. نگاه کن ببین همینجور دستی دستی جلو چش خودم دارم پنبه خودم رو میزنم. نگاه کن تو لطفا حرف نبزن، داربید پارسال هنوز یادمون نبرفته. آبروی بالا برره رو وبردی با اون ترکیبه، بازی برده رو وباختیم. یادت وباشه که اگه این دفعه وبازی برکنارت بکنن. ای بالاترین مدیر فنی، ای سزار، ای مارادونا، ای بچه کنگور، الان دیگه پاشو برو سر صورتت آب بزن، میخوام بریم جلسه هماهنگی بداریم. جلسه هماهنگی چی بید؟ جلسه هماهنگی یعنی اسامی تیم رو بدیم، ساعت بازی رو مشخص کنیم، محل بازی رو مشخص کنیم، بعضا با ژاندارمری هماهنگ باید بکنیم. کجای دنیا وقتی دیدی مدیر فنی کارشو به این کارهای بیهوده تلف وکنه ها؟ باشید برید دنبال کاراتون، منو نگاه نوکنی. الهی قربونت برم و خودتو ناراحت نوکن، بعد از این بازی داربی بعد خودت همه عوامل عوض بکن. پاشید برید هرچی پول تو حساب باشگاه بید ویارید که بدم به بازیکن ها این روحیه وگیرن. پوش برید این شکلات ماهی سفید ماهی ازون برون سر برم میخوبید. خیلی خوب، این هم اسامی دوتا تیم. نگاه کنین اگر اعتراضی هستم مطرح کنید. ببین یالا جان، من اصلا به این سالار خان اعتراض دارم. نمیشه که ایشون هم سرمربی باشه هم بازیکن که. ای بابا کجای قانون نوشتمید که یه سرمربی یا مربی نمتره تو فوتبال های تو تیمش بازی بکنه؟ ببین سالار خان، شما داری از قانون سوء استفاده بکنی. اگر بچه های ما به شما چیزی نوگوام به خاطر سن سالت بید، وگرنه تو هم اگر درف بزنه ما اعتراض داشته بدیم. راست میگه آقا جان، تو صدای کلنگ گورت داره به گوش میرسه پیراخلوت. میخوای بازی کنی که چی بشه؟ حالا که اینجور شد به کوری چشم دشمنان بازی بکنم. شما فقط به بچه هاتون وگویید، به تیمتون وگویید هوای من رو داشته باشن، رعایت من رو بکنم. بوا گوش بگیر ببی چی بگویم. بهتر شما خودت ها بکشی کنار، بذار جا برای این جوون آواز باشه. ای دادی بیداد، شما از موقعی که داماد اینا برشدی ها هی طرفدار اینا بکن. آخه این تیم نواد یه بازیکن با تجربه داشته باشه یا نه؟ آبوا گوش کن، همی جوونای این تیم ما اینا رو وبرن، شما نگران نوا باش. سالار خان بازی نوا کنن. پس ما به یک بازیکن شما دوباره اعتراض داشته بیدیم. چرا؟ به خاطر که یک سرباز نبتانه بواد بره تو تیم ژاندارمری بازی کنه، نه تیم دیگه. اعتراض وارد نیسته. اولا که حیف اسم سرباز که روی کتکله شمپیت چرمیت خلموک گذاشته بشه. در ثانی اجازه اون دست ما هست، منم اجازه میدم که بازی بکنم. در ضمن تلگراف رسیده و اون داوری که شما درخواست کرده بیدین گفته نمیتونه بیای یک جای دیگه بازی داره، به فکر یه داور دیگه باشه. ما یاوش جان شما ناراحت نباش، توی شرره ما یه داور سراغ داریم، یه نفر فلسطینی میره برداره بیاره. وای سر نگاه بکن یاور، از الان داره داور بخرن. ببینم یک دفعه دیگه اسم خریدن داوره ببری محرومت میکنم، دفعه آخرت باشه توهین میکنی به جامعه داوری، محرومت میکنم به روسکو بشینی بازی رو نگاه نکنی اصلا. گوش بگیرید ببینید چی بگم. من با این داور صحبت بکردم، گفته که 200 تومن پول بگیرد، بعدم هزینه ایاب زهاب و خواد، قضا و خواد و همه مخارج دیگر، تازه گفته باید من بیمه بکنم. شیر فراد چه خبر به 200 تومن؟ چه خبر به کل فروش ما 200 تومن نباشه؟ بچه یک داور از بین خودتون انتخاب نمیکنی. آخه این نباشد، اینجا همه یا پایین برره این یا بالا برره. اگه پایین برره ای وزاریم بالا برره ای صداش در ویاد، اگه بالا برره ای وزاریم پایین برره ای. ای بابا عجب موزل شده ای داوری، خود من 100 تومن میگرم داور بای میسم. خوبا ای نوشت تغرور بچی، برای اینکه شما به قوانین ای فوتبال ما آشنا نبیدی. نمیگم آشنا نبیدم کتکلم، من تمام قوانین فوتبال بلدم، هند و کرنل و اوت و پنالت و دست به توپ و توپ به دست و تازه آفساید هم بلدم من. آخه این فوتبال ما یه مقداری فرق فکوله. بعدش هم اگه یه وقت سوت اشتباه بزنی
طرفدارای او تیم ای جاندارمری را تو سرت خراب بکن. بعدش هم ممکن بید به شما و خانواده محترم یه چیزی وگوهن. شما هم که اعصاب نداشته بیدی برای یکشون رو وکشید که برات راست وگوه هست. سلام نبید چی کار کنیم نپد؟ یعنی توی خراب شده یک پیدا نمیشه که هم بالایی قبولش داشته باشن هم پایینی ها. خب به عنوان سوال اول شادون خانم بفرمایید شما الان دارین چی کار میکنین؟ نه ببینی توی من چی کار میکنم؟ خب من که کور نبیدم شما لطف بفرمایید. چرا پرسید؟ جواب سوالای ما رو کامل بدین که خواننده ها بدونن. ها من دارم لباس جدید تیمو بدوزم. خوشت بیاد. خوشت بیاد. حالا شما به عنوان سوال دوم بفرمایید چند ساله که دارین شما کار میکنین؟ اگر بخوام دقیق بگم از روزی که سالار خان سرمربی تیم و شد منم مسئول تدارکات شدم 7 8 سال بشه. ها تو خیلی سوالای لوسی و پرسی لیلون. ما شما این نظرتون راجع به برنامه فردا چبیت مسابقه تو نبدونی؟ نظر من راجع به داربی نبدونی دختر؟ نه من ودونم اینو برای این خوانندگان روزنامه ودونم. ها به نظر منم این بیت که اونم مثل همه بازی ها سه امتیاز وداره، فقط روزنامه ها شلوغش وکنن که هی روزنامه شون وفروشه. ها حالا ایبی نداره سهراز این تیکه رو حس وکنیم. حالا شادون خانم شما نتیجه رو چجوری پیش بینی وکنیم؟ هفتیش به نفع شاهین پایین برره وشه ودانم. خیر باشه شیش دایی چی با گفتی؟ اون خنجر تو بده من از هر نازم ما غلط بکرم هیچی نه ما فقط با گفتم یکی خواب دیده شیش با شدن. بعد ما من بخواستم و پرسم که به عنوان این حرف آخر برای خوانندگان ما چه حرفی داری بزنی؟ فکرم امیدوار بیدم که بازیکنان دو تیم بازی جوان مردانه و تماشاگر پسندی از خودشان ارائه بدن تا مردمی که برن تماشا کیف از خودشان در بکنن. و در ضمن امیدوار بیدم که بازیکنان آنا به زمین گرم بخورن و تیم ما برنده بشه و آنا هم هشت تپلکو بشن و مخصوصا این شوخ شمشاد خانم حالش گرفته بشه. من کیف بکنم. حالا پخش بشید دیگه دوباره تمرین. بله قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم ببخشید تیم کشتی تونه دیگه نه؟ این کشتیه؟ خب این فوتباله نه بفهمی؟ آخه بیشتر حرکاتی که دارن میکنن شبیه ورزش های رزمی و کشتی کچه. او جایی که تو زندگی و کنی حالا یعنی فوتبال چجوریه؟ خب این همینه زمینش دوتا دروازه داره بعد این تیم باید بزنه تو دروازه اون تیم اون تیم هم باید بزنه به دروازه اون تیم دیگه همین جوری مسابقه میدن به دستشون هم که بخوره هند میشه خطاست چی باشه؟ هند به انگلیسی هند به انگلیسی میشه هند انگلیسی میشه دست خطاست. انگلیسی ها همشون همه چیشان چپ و چوله. من شنیدم که فرمان ماشینشون هم سمت راست و بندن. حالا گوش بگیر ببی چه بگویم. داور وره وسط زمین وایسه بعد این توپو وندازه هوا. هر تیمی که رو هوا بتونه این توپو زودتر بزنه مالک توپ بشه. اینه بسکتبال دیگه نه؟ بسکتبال دیگه چه کوفتی بی؟ نه ما فهمم اصلا نبخواد یاد بگیرم. حالا اینا شانس داماد ما وشد. گوش بگیر ببی چی بگویم. بعد این توپ او کسی که وگیره وزنه بغل. گوشت با منه؟ بله. وزنه بغل بعد با سرعت ورد به سمت این دروازه حریف. بله. تو بین راه و تونه پاس وده به یار خودی. شبیه هندباله. این هندباله. نه بفهمه این هندبال چیه؟ گوش بگیر ببی چی بگویم. بعد این باید خودشو با توپ ورد به سمت حریف بقیه تیم مقابل باید اونو وگیرن. خب وگیرن اگه گرفتن خفه بکنن همونجا. اینه این که بازی راگبی هستش. بازی راگبیه این فهمیدم. گوش وگیر ببی چی و این نفهم. گوش کن بعد اون کسی که توپ باهاشه با توپ خودش ورد تو دروازه حریف
اگه ورد از خط رد وشد اینا هر دوشون گل وشدن. اینو اعتراف میکنم این قسمتش تو هیچ بازی وجود نداره. یعنی اوریژینال مال خودتونه. ببخشید اگه به پا بخوره چی میشه اون وقت تو؟ کارنل بشه. ها؟ کارنل بشه. مطمئنی؟ آه نه ای که به پا بخوره که این اونی ای کارنل اونی. ها گوش بگیر ما وقت اگه به پا بخوره اون وقت فوت بشه. ها؟ یعنی ای وقت میگن فوت شد اصطلاحا. ها ما فوت بشه. ای فوت ها باید در بکنن که ای بدن به تیم مقابل. اون وقت یارای خودی اونا که فوت و کرده رو انقدر وزنن کرکوپر بشه. آه بله فهمیدم. پس فوتبال از اینجا اومده. آه تازه داری و فهمی. بسیار عالی بسیار عالی. اون وقت ببینم اگر توپ از خط کنار دروازه رد بشه چی میشه؟ ها ای اونا ای کورنل بشه. کورنل بشه. کورنر درسته شان ولی کورنر حالا الفاظ صحیح داره به ما یاد بده دیگه بشه. اجازه بدین پنالتی پنالتی من درست میگم پنالتی نه منظورت پنارتا نه او پنارتا وگوان پنارت یارو پنارت کرد یارو پنارت میخواد وزه پنارتا پنارتا. خب بسیار خوب حالا من سوال اولم واقعا که عرضم به حضورتون که شما به عنوان مربی در واقع نظرتون راجع به تیمتون چیه؟ راجع به تیمتون چه نظری دارید؟ عرض کنم که تیم ما یه تیمونه تیم جوونی بید و با انگیزه و عشق فقط به عشق گونیاشون بازی میکنن. فارو عشق گونیاش گونی گونی ها منظورش پیرن تیمه. این پیرنی که تیم ما داره گونیه. برو از او برم برو از او برم برو او بر. بسیار خوب یه جا نمانی. نظرتون راجع به بازی چیه حالا؟ خدمت رو عرض بکنم که تیم ما یه بازی کنه فوق‌العاده یعنی ستاره ای داشته بید بله. که کمیته مسابقات به علت حالا نبدانم کهنسالی و پیری اینو نوزاشتن بازی بکنن. بله. اگر من دو تا بازی کنه یعنی زیر 18 سال داشته بیدم و نگذاشتم تو دار بید. فارو آخه حیف شد. البته اگر داوری یه طرفا نباشه و زمین هموار باشه ما اونا رو شکست بدیم. بله حتما. آخه بدونی این تیم بالا برنیا پول دار بیدن فقط به خاطر پول بازی بکنن. 15,000 تومان هزینه نکردن در صورتی که تیم ما فقط 400 تومان داشته بید. بله بله. اگر من دو تا زیر 18 سال جوان دو تا زیر 18 سال داشته بیدم و بعدشم تو داروی. خب البته جوانگرایی همیشه نتیجه داده. من میخوام نظرتون رو راجع به بازی بدونم. این بازی هم 3 امتیازی بید. ما هم به خاطر همین 3 امتیاز بریم زمین بی خودی این بازی رو حساسش بکردم. ما هم قول بدیم با همین جوانامون اونا رو شکست بدیم این آب بخوره میشون. و به عنوان آخرین سوال میخوام ببینم که در روز جمعه با چه ترکیبی در زمین ظاهر میشه. اینو دیگه معذرت بخوام نبتونم بگم. برای چی ببخشید؟ شما دارید جلوی داماد صدرخان از ترکیب صحبت بکنی نبتونم بگم. این حرفا رو بی خود نوزم. بوا نکن. تو الان داماد بالا برنیا صدرخان دیدی. تو جلسه هماهنگی هم از اونا طرفداری دستخوش در بر کردی. حالا من چی نبگم؟ از این لحظه تو تیم من هیچ پستی ثباتی نداری. برو بعدت بازی بیا. ای برا از خوری بکنم. ای بگو. برو بیا تمرین بکن. وزن. بگیرش دیگه. وزن ای وزن. و کوب زمین. توپو بگی. توپو بگی برو. برو توپو بگی برو. خب لیلی بیا این مسابقه هایی که بکردیم چاپ بکنیم. این دیگه ویژنامه بعد آماده بشه. اینا رو چاپ بکنیم. اینا که همش مال تیم پایین برره بی پسیم بی بالا برره چی بشه؟ خب دیگه نرسیدیم که با اینا مصاحبه بکنیم. دیگه ویژنامه هم باید چاپ بشه. حالا بعد. نه من نوزارم ویژنامه چاپ بشه تا با بالا برره یا مصاحبه نرسیدیم. تو اصلا کی بیدی که وزاری یا نوزاری این ویژنامه امروز باید چاپ بشه. نه من نوزارم ویژنامه چاپ بشه. ببین میگم که اصلا ما کی هستیم که تصمیم بگیریم آقا کیانوش باید بیاد تصمیم بگیره. بعد من مطمئن بودم که آقا کیانوش بی‌طرفی نشریه رو حفظ بکنه. تو از کجا مطمئن بودی ها؟ مطمئن بودم. سلام آقا کیانوش. یه خبر جنجالی مثل بمب صدا میکنه. آه.
شده؟ کمیته برگزاری مسابقات داور داربیدو مشخص کرد کیه. فکر نکنم یاور طغروله، نه؟ نه، ولی هر کی هست من خیلی خوشحالم که این آدم انتخاب کردم. اگه اینه داورش زن باشه، من چشات در ویارم که خوشحال باشه. نه بابا اینها. کمیته برگزاری مسابقات داربید برره آقای شیرفرهاد برره را به عنوان داور داربید انتخاب کردم. بله، شیرفرهاد انتخاب شد. خب تبریک بگوییم لیلی. حالا چی شده که شیرفرهاد رو انتخاب کردن؟ نمیدونم، مثل اینکه میخواستن از شهر یه داور بیارن، بعد مثل اینکه یه داور نمیدونم عروسی پسرش بوده، یه داور عروسی دخترش بوده، گفتن تو براره کیو انتخاب کنیم از همه بهتر باشه، دیدن شیرفرهاده، چون که هم پسر سالارجونه هم داماد سردارجونه، بعد آدم بی‌طرفیه. بهتون تبریک میگم، یه وقت مصاحبه باید به ما بدن، برای شماره فردا بریم حتما باهاشون مصاحبه. خواهش میکنم، خواهش. ولی شیرفرهاد که فعلا اصلا مصاحبه اینا فکر نمیکنم بکنه، بعدش هم الان خیلی بیزی بید اینه که بیزی بید الان. چی بید؟ بیزی بید نمیدونم، یعنی این که سرش خیلی شلوغ بید. اینه، این دفعه درست گفت. استثنان درست گفتن. خب ما میان خدمتشون برای مصاحبه. حالا تماس بگیرین، یه وقت قراری چیزی بذاریم تشریف بیارین دیگه. خب خیلی ممنون از این خبرتون، کاری نمیدونیم با من. خداحافظ. خداحافظ آقا کیان. خداحافظ شما. حالا خوبه داداشت واقعا کاره ای نشده. حالا این که روش اگه اینا یه آدمی بخواستن که نه بالا برره ای باشه نه پایین برره، چرا تو رو انتخاب نکردن؟ خب به خاطر اینکه من فقط داماد سالارجونم، پسر سردارجون که نیستم که. حالا ولش کن اصلا. حالا ویژن اومد. نه راست بگوی، من فکر نکردم تو رو آدم حساب نکردن. بشه تابید، بشه تابید، بشه نامه داربید، بشه تابید، بشه تابید، بشه نامه داربید، بشه تابید. سرجون، حالا که داری تبلیغ میکنیم بلیطای من هم تبلیغ کن. خیلی خوب. بگی بینیم بابا. بشه تابید، بشه پیشوروش بلیطای داربید، بشه تابید، بشه تابید، 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 پیشوروش بلیطای داربید، بشه تابید، بشه تابید. سلام علیکم. جناب داور سلام. حالتون چطوره؟ خوب بیدین؟ خوب هستین؟ آقای داور چی کار دارین میکنین؟ ها دارم کارد قرمز و کارد زرد درست بکنم برای مسابقه. خب اینا به چه درد فوتبال میخوره؟ ای نوفه، هیچی تو زندگی نودانم. خب این شیرفرهاد داور بید، باید هر کی که خطا بکنه اخراجش بکنه. با اینا؟ خب اینا اون که کارت قرمز و زرد، شما دارین کارت رنگ میکنین. نه وفهم، تو فکر کردی بازی کن توی زمین ایه تیکه مقوا حساب ببره؟ این باید ایجور باشه. الا ای خوبه. و گام شیرفرهاد این قرمز رو یکم تیز سر بکن که وقتی یارو رو بخواستی اخراج بکنی کامل دیگه اخراج بشه. خیلی زیاد مونه، اگه کاری دارین که دیگه بگین، اگه ندارین زودتر برین دیگه. شیرفرهاد دیگه استرس داشته بیده الان دیگه استرس. چی داشته میده؟ ببخشید استرس اینا. آره باشه، بفرمایید برین دیگه. استرس بعد ما اومدیم برای یه مصاحبه مزاحمتون بشیم راجب داربید فردا. من مصاحبه راجب چی؟ داربید. من مصاحبه نکنم به ما ووی گولنس جیگه که مصاحبه قبل از مسابقه نکنی. خب اون که ماله بعد از مسابقه است. من فکر نمی‌کنم قبل از مسابقه ایرادی داشته باشه. ببین دیگه، خواهش می‌کنم اصرار علکی نکنید دیگه. این وقتی وگوی مصاحبه نکنم یعنی نکنم. خب این یکی یانوشان اشکالی نداشته بید. ما خودمان از خودمان یه مصاحبه در بکنیم. بعد وگوییم که اینا رو شیرفرهاد گفت. خب بله، ما کاملا این کارو می‌کنیم. از قول شما هر چی دلمون بخواد بنویسیم. حالا دیگه خودتون می‌دونید. اینا هم از خداشان بید که تو روزنامه ما مصاحبه بکنن. عکسشان چاپ بشه. من به موها وگوام که تو با ما همکاری نکرد. خیلی خوالا و پرس. شما بخوای روزنامه از اینو پر بکنین پول در بیارین دیگه. نه فهمیدم چیه ماجرا. ببخشید همش هم گوشه داره. بسیار خوب، من سوالامو شروع. شما به عنوان اولین داور مسابقه داربید برره و به عنوان اولین کسی که در برره فردا قرار یک مسابقه رو سوت بزنین، نظرتون چیه؟ خدمت شما عرض بکنم که
این مسابقه مانند همه مسابقه های ای که شبیهش سه امتیازی بیدم که ای همه تونم که همین حرفو میزنین که حالا بلش کن اصلا ببینم نظرت راجع به داوری چیه داوری ها برا من ای به عنوان داور این مسابقه با مسابقه های دیگه هیچ فرقی نفکوله فقط فرقش ای فکوله که من نبتانم به داور اعتراض بکنم چه احساسی داشته بیدی که به عنوان یه پایین برره ای برای اولین بار در این دار بید قضاوت بکنی خواهش فرکنم شیر فرهاد به حاشیه نوبره لطفا شیر فرهاد پایین برره ای نبید شما هم این آرزویی که این شیر فرهاد استحاله و گیریم به گور ببریم بر سرم شیر فرهاد دیدی چی و گفت به تو و گفت استحاله ببین اینا به هوای مصاحبه دارن جنگ روانی از خودشون در بکنن آه اینه روانی خودت بیدی فکر نبکن که یه وقتی این به نفع شما از خودش سود در بکنه ای خانم تو من خواهش میکنم آقا ببینی خواهش شیر فرهاد حواست جمع باشه اینا فقط به هوای مصاحبه میخوان از شما سوء استفاده بکنن پول میخوان شما رو بخرن ما مثل شما نبیدیم که همه چیز بندازیم گردن داور ما حرفامون تو زمین بزنیم سرناز جون زمین زراعی ممکنه ولی تو زمین فوتبال شما حرفی برای خانم اون کورکوری هم حالا جای دیگه است این کارا چیه میکنی حالا فردا که بشد حالی شیر فرهاد حالا کیانوش این استحاله که ای و گفت یعنی چه؟ یعنی این که فردا پوستت کنده است بله این سوراخه اینه؟ بله یاور طغرل باور بفرمایید عمدی در کار نبوده مطالب مربوط به تیم بالا برره اصلا آماده چاپ نبود حالا یه ویژنامه فردا برای تیم بالا برره ما میریم باور کنی یاور طغرل این دروغ وگو این سرمربیشون بید الان بخوا علی ما جنگ روانی را بندازه ها این حرفا چیه میزنی همشون همینا میگن جنگ روانی کد اصلا شما ها روان داریم من میخوام باهاش بجنگم حرفو بی خودی میزنم ولی با همه این احوال من نبینم که روزنامه طرف یکی از تیم‌ها رو بگیره روزنامه پسرم باید بی‌طرف باشه بله بله حتما اصلا خط مشی ما همینه مگر اینکه حالا یک تیمی بخواد خرج بیشتری بکنم ببخشید متوجه نمیشم یعنی چی؟ این دو برره ما کاپیتان تیم بالا برره ها میباشه بچه خوبی هم میباشه دست به جیب هم میباشه ما که ندیدیم که حالا ما دیدیم کفایت میکنم یک مصاحبه اختصاصی باش بکن به عنوان چیز ستاره داربید نه یا برای تو پول سه چیز رو از من ور گرفتی این چی بی فوق ستاره بس هر چی دلش میخواد براش بنویس ببخشون ما اگه مصاحبه نکنم چی؟ اگر مصاحبه نکنی روزنامه توقیف میشه بابا جان 92 تا روزنامه هم که دیروز فروختی پولش از حلقومت میکشن بیرون بعدم دیروز برای چه جدوله بدون حلش بر من آوردی ببخشید ببنده در روزنامه تا نه دیگه الان من مصاحبه همون شروع موسیو فوق ستاره بفرمایید الان شما و تیمتون در چه وضعیتی قرار دارین خواهش میکنم من الان در آمادگی کامل به سر و دارم و البته یه جزئی سرماخوردی کوچیک برداشتم اما خب اونم برطرف شده فقط اینکه به این پایین براره چرمنگم وگویید که دو تا گل واسهشون گذاشتم کنار ببخشید کجا گذاشتین گلا رو کنار اونجا و گذاشتم اونجا و گذاشتم ها در ضمن این یه سری پیشنهاده از این باشگاه‌های اروپا و انگلیس و فرانسه برداشتم اما به خاطر ارق چیز چی بگم به خاطر گونی باشگاه هم جواب رد و دادم گونی چیه؟ پیرن باشگاهشونو میگه اون وقت این خدمت سربازی شما در جواب رد دادن به باشگاه‌های خارجی هیچ تأثیری نداشته؟ نه اصلا تأثیر نداشته بید اما اصلش این بید که من به خاطر عرق پیرهنم این کارو وای کردم عرق پیراهن چیه؟ عرق پیراهنو میگه ببخشید نظرتون راجع به بازی چیه؟ اگر بگی این بازی هم مثل بازی دیگه سمتی هزاره هم چی میزنم تو گوشت از اون در بپری بیرون این بازی سمتی خب چی بگو خب یه چیزی خود از خود بنویس دیگه قشنگشو انتخاب بکن بس تو ببن حلقتا بنویس با تلاش بیوقفه‌ای که ژاندارمری برره در امر فروش بلیط و انتظامات مسابقه انجام داده امید می‌رود که این مسابقه سه امتیازی به بهترین نحو انجام بشه امین من اگه بفهمم که این بازی فوتبال سه امتیازی کرده خیلی خوبه شیر فا
فرهاد پاشو کارت و دارم عجب خواب سنگینی و داره آقای داور. ها چی و گویی؟ کی بیدی تو؟ من وسوسه کیوون بیدم، تو کی بیدی؟ آم وجدان شیر فرهاد بیدم، چی و خواهد جان ای؟ یه مسئله خصوصی بید، به تو ربطی نداشته بید. من نوزارم تو شیر فرهادو اقفال بکنی و رو دنبال کار خودت. من کارم همین بیدیه، برو وخواب، بذار به کارم ورسم. تو برا همو کیوونه گل بزن، به موکل من چی کار بداری؟ شما وجدانها همه تون این هم بیدین، تمامیت خواه بیدین. هایی تمامیت خواهی که علاوه گفتی یعنی چه؟ یعنی فقط وخواهین حرف خودتون باشه. وزار من وسوسه خودم رو وکنم، تو هم نصیحت های خودتو وکن، وزاریم خودش تصمیم وگیره. ها باشه، تو حالا چی بخوای به شیر فرهاد وگویی؟ وخوام بهش پیشنهاد بدم به نفع تیم بالا براره قضاوت وکنه، یه پول خوبم به جیب وزنه. ها زرشک. ها همه وجدان ها مثل تو بیادب بیدن. ها من نوزارم تو هم چی غلطی بکنی. یقر ویلوکن، یقر ویلوکن. مو وکشی، این دخترا مو وکشی. وای وای وای، بذاریم بخوابم بابا، شما ها کجا اومدید؟ دماغتا حالا کلی بذارم و صورت وطر کن. خب با عزتون برخونم. نون و پنیر و بامیه چنگیز وزین تو زاویه، نون و پنیر و خربوزه عبدالی وزین تو دروازه. خیلی قشنگ بی قابل شما رو نبده باشه، دست شما در نبر کنه. خداحافظ. خداحافظ. شیر فرهاد مبارکت باشه. میدونی تو تاریخ برره ثبت میشه که تو اولین داور داخلی داربیت بودی. خیلی ممنونم. من از اول برگفتم داور خارجی پول دور ریختم بی، داور داخلی وقتی مثل شیرفرها تو برره بی، داور خارجی برای چی بی؟ شما لطف داری، خیلی ممنون، وظیفم بیدم. پس وظیفه تو درست انجام وده، چون ودون این بازی حساس بید. ودانم حساسه. این دفعه شیرفرهاد نیست قراره بخش بشه، براره یکی دیگه حساسیت خیلی بیشتر شده بید. ای که حلال و گفتی یعنی چه؟ یعنی این که چون وضعیت اینجا یه جوریست که هر تیمی که برنده بشه امکان این که سرمربیشم بخشدار بشه خیلی زیاده. وقت مردم هم به اون آدم سمپاشی پیدا میکنن. سمپاشی گفت. یعنی سمپاتی، یعنی علاقه من بشن. هر کسی که بهتر بازی بکنه او برنده بشه. البته ما رو کمک های شما حساب وکردیم که گفتیم شما داور بشی. چه وگو هم؟ اون وقت وای گلن چیز کیانوش نو فهمه چقدر وگیری به نفع ما سود وزنی. داداش این حرف وزنی پول چی بید؟ وظیفش بیدی؟ اینه سردار خان اجازه هست؟ این پسر آمده بید برای مصاحبه. ولش اونو بسپر دست من، کاری نباشه. شیر فراز بشو بری، بلنشو بری، بلنشو. سلام علیکم. سلام علیکم. حالا شما چطور؟ خوب هستین؟ نیستن سردار خواهم، من برای مصاحبه اومده بودم خدمت شما برسم. یانوش شما با کیوون من مصاحبه وکنید، همه کار کیوون من بید، آخه مدیر فنی تیم شده بید. سردار خان کاری نبیدن، شما هر سوالی ودارید از من وکنید. بسیار خوب، میخواستم ببینم که در واقع وضعیت تیمتون چطوریه الان. بله. در حال حاضر تیم ما کاملا آماده بیده. فقط یه چند نفری مصدوم و داریم که اونم خودم با چماق تو زانوشون وزیدم. خب بسیار خب، ببینم این درسته که شما پول بازیکنها رو ندادید و اونا گفتن ما بازی نمی کنیم و با هم درگیر شدن، این درسته؟
ما پول علکی به کسی نودیم، به کسی ودیم که کار درست حسابی برای ما وکینه، مثل داور. بله؟ یاور و وگوه، میدونی آقا کیانوش یکی از بازیکنها بوده که تو تمرینا خیلی خودشو خوب نشون داده بیده. آها اونو میگم. پس پول بازیکنها رو بعد بازی میدین نه؟ آه. اگر و برن پول ودیم، اگر و بازن کوفت ودیم. آه بسیار عالی. خب نظرتون راجع به بازی که 3 امتیاز بیشتر نداره و این بازی با بازی‌های دیگه فرقی نمی‌کنه چیه؟ ها همونطور که بدونید این بازی 3 امتیاز بیشتر نداره و با بازی‌های دیگه فرقی نمی‌کنه. آفرین پسرم، آفرین. واقعا که اسم شیر فرهاد برازندت بید. ما رو خانواده سالان خان رو سفید بکنید. تو افتخار خانواده بیدی. اصلا این داور بشدن تو حساسیت های داروید و تحت و تحت الشعاع تحت همین قرار مداد به کوری چشم شاخ شمشاد ها. و گوام خیلی ممنون از لطف داشته بیدید. یک جوری قضاوت و کنم که همه راضی باشن. قضاوتی که همه راضی باشن که به درد نبخوره. منظورش این به طوری قضاوت نکنه که قضیه لو نبره. چی لو نبره؟ همین که تو بخوای به نفع ما سود از خودت در بکنی دیگه. پسرم این کاره بید بلد بید و گوش بگیر شیر فرهاد، تو یه پنارد به نفع ما بگیری، بعد ما خودمان بریم تو لاک دفاعی. وقت کشی یادتان نبره ها سالار خان. تا بتونین وقت بکشین. وقت پسرم الان ودونه چطوری بخواه گیره خودش. خوب خوب ودونه. ما هی تو وزنیم تو جمعیت، جمعیت هم تو پس نبده. و گوام با این برای اطمینان بیشتر این شیر فرهاد اول از همه یکی از اینا رو اخراج بکنه. دو نفره اخراج بکنی بد نیست. راه دوری نداره. های وجدان، وجدان کجا بیدی؟ من چه غلطی باید بکنم؟ من خواب بیدم نودونم. من جای تو بیدم فرار و کردم از این آبادی.